علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران مجدداً ادعاهایی کرد که بیشتر جنبه شعاری و اغراق‌گویی داشت. وی مدعی شد مشارکت حداکثری در انتخابات 1400 بیش از هر دوره دیگری برای حیات اقتصادی و سیاسی ایران ضروری است. وی در عین حال مدعی شد که دولت به کسی برای نمایندگی در انتخابات ریاست جمهوری مجوز نداده و کسانی از دولت هم که کاندیدا شدند شخصی بوده و دولت اطلاع نداشته و اینها خودشان را نماینده دولت نمی دانند. وی افزود در مورد منع حمایت و فعالیت اعضای دولت به نفع کاندیداها قانون انتخابات و آیین‌نامه مربوطه به آن حاکم است و دولت خود را متعهد به اجرای کامل قانون می داند. این سخنان نشان دهنده بی‌در و پیکر بودن دولت است که وزرا بدون اطلاع خود را کاندیدا کنند و در این حال مشخص است که دولت روحانی و واعظی و حسام الدین آشنا مسئول انتشار نوار ظریف بودند تا امکان کاندیداتوری وی را بسوزانند تا روحانی بتواند امکان حمایت از فرد دیگری را پیدا کند. وی همچنین بغض جهانگیری در هنگام ثبت نام را ناشی از حجم فشارهایی دانست که به دولت وارد شده است. او در این حال تأکید کرد که نمی شود علتها را بیان کرد و انواع تهمتها و قضاوتهای ناروا نیز شنیده می شود و در نتیجه ناخودآگاه بغض به سراغ هر کس می آید. ربیعی ابراز امیدواری کرد که انتخابات به گونه‌ای به پیش برود که همه سلایق آنچنان حضوری در انتخابات داشته باشند که مردم تجلی دیدگاه‌ها، آمال، آرزوها و رویاهای خود را در این زمینه بیابند، که با حضور شورای نگهبان عملاً چنین موضوعی نمیتواند تحقق پیدا کند. وی همچنین از اینکه نامه روحانی در مورد غیرقانونی خواندن دستورالعمل شورای نگهبان از صدا و سیما پخش شد ابراز تأسف کرد و گفت وزارت کشور لیست ثبت نام شدگان را بر اساس معیارهای خود به شورای نگهبان ارسال میکند. این در حالی است که وزیر کشور حاضر نشد هیچ سخن انتقادی علیه شورای نگهبان اعلام کند که نشان دهنده عدم وابستگی رحمانی فضلی به جناح راست و نهاد رهبری می باشد. ربیعی اظهار داشت مشارکت حداکثری در انتخابات 1400 بیش از هر دوره دیگری برای حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران ضروری است. بی تردید دولتی بدون پشتوانه آرای قاطبه ملت از آنچنان سرمایه اجتماعی برخوردار نخواهد بود که بتواند در دورانی که تحریم و کرونا فشارهای اقتصادی و اجتماعی زیادی را بر جامعه تحمیل کرده و مردم نیز نیازمند بهره برداری از مقاومت خود و تحولات پسا تحریمی و پسا کرونایی در زندگی هستند را پاسخگو باشد. ربیعی خواستار آن شد که قطعاً رسانه ملی و همه رسانه‌هایی که به نحوی مستقیم و غیر مستقیم از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، رفتاری منصفانه و با فرصت‌های برابر برای همه نامزدها داشته باشند و هم فرصت‌های برابر به آنها باید داده شود و هم از اقدامات سلبی و تخریبی مستقیم و غیر مستقیم اجتناب صورت گیرد. این در حالی است که تمام صدا و سیما بر روی تبلیغ برای رئیسی تمرکز پیدا کرده است. وی همچنین گفت در سال 92 و 96 و با تکیه بر دیدگاه مورد نظر اکثریت جامعه، دولت توانست از تداوم روندی که در نتیجه فهم غلط از جهان ایران را به سمت دام تعارض‌های دشمنان ساخته سوق می‌داد جلوگیری کند. تله‌هایی که منجر به ضایع شدن حق و منافع مردم از اقتصاد جهان می‌شد و نیز ایران را در معرض تهدیدات بین‌المللی قرار داده بود. اما با وجود به قدرت رسیدن ترامپ، آمریکایی قدرتمند بالاخره وادار به اعتراف به شکست در جنگ اقتصادی شد و بالاخره در همین روزها به سمت حضوری قدرتمند و عزتمند در معاهدات بین المللی حرکت می کند. وی در توجیه اقدامات دولت گفت اگر در این سالها که ترامپ بود دولتی ناشی از اکثریت جامعه ایران در مسند قرار نگرفته بود، در این صورت فشارها به مراتب به مردم و کشور بیشتر می شد و اگر دولت همراهی مردم را با خود نداشت مقاومت سه ساله و پیروزمندانه را به دست نمی آورد. هرچند مردم در این دوره فشارهایی را نیز متحمل شدند و دولت نقدها و نگرانی های آنها را نیز به جان خریداری کرد و برای حفظ مصالح و آرامش جامعه پاسخهای آنانی که سهم زیادی در نگرانی ها داشتند را نیز نداد. وی تأکید کرد دولت حداقلی نمیتواند و نخواهد توانست مطالبات حداکثری جامعه را پیگیری کند.
دولت روحانی جدا از تحریم‌های ترامپ با عقب نشینی در مقابل نهاد رهبری و فقدان کارآمدی و محافظه‌کاری و پیش‌فروش کردن وعده‌های مردم با حفظ موقعیت خود در قدرت، عملاً بسیاری از رأی دهندگان را ناامید کرد و فضای سیاسی را به اصولگرایان واگذار کرد. آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی و یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری که در عین حال منتقد جمهوری اسلامی هم هست، در یک مناظره با داوود دانش جعفری، اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که در حال حاضر چندین دولت در کشور وجود دارند که به ناکارآمدی دولت اصلی منتخب مردم انجامیده است. وی همچنین با اشاره به اینکه در کشور دولت وجود ندارد اظهار داشت مشکل اصلی در ایران این است که در ایران دولت مستقر وجود ندارد. وی افزود فقدان دولت مستقر در جمهوری اسلامی است که موجب شده با وجود تک ستاره ها برای مدیریت کشور مسائل و مشکلات کشور حل نشود. آخوندی به تعدد دولت‌ها در جمهوری اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت در کشور دولت پاسخگو وجود ندارد. به افزود مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و هیئت وزیران هر کدام یک دولت مستقل هستند که موجب اخلال در سیاست گذاری در کشور شدند. وی همچنین رشد اقتصادی در کشور را مهم دانست و با اشاره به سقوط یکباره رشد اقتصادی در کشور در دهه 80 گفت علی‌رغم اینکه گفته می شود که علت سقوط اقتصادی تحریم ها بوده است، برخلاف این اظهارات باید توجه داشت که سیاستی که از 84 اتخاذ شد کشور را در این وضعیت قرار داده است. این وزیر سابق تورم 50 ساله ایران را 19% دانست و با اشاره به کشنده بودن این تورم گفت چنین تورمی فقرا را در وضعیت وحشتناکی قرار می دهد و کشور را با فقر سرمایه گذاری مواجه می کند. وی افزود در مسئله تورم باید توجه داشت که چرا تورم کم نمی شود و چه کسانی از بالا بودن تورم سود می برند. آخوندی در بخش دیگری از اظهاراتش خاطر نشان کرد که هرگاه در کشور تورم بالا می رود، به جای خشکاندن ریشه های تورم به جامعه آدرس غلط داده می شود. وی با انتقاد از رویکردهای کشور نسبت به تورم اظهار داشت هر وقت تورم بالا می رود گفته می شود باید نظارت بیشتری وجود داشته باشد. وزیر مستعفی دولت روحانی در ادامه سخنانش تورم را ناشی از سهم بدهی بانک ها به دولت دانست و گفت بدهی بانک ها به بانک مرکزی تبدیل به تورم می شود. وی افزود با ملاحظه که بدهی بانک ها به بانک مرکزی ملاحظه می شود که بدهی تمام نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهایی که به نحوی وابسته به قدرت بانک مرکزی هستند در حال افزایش است. آخوندی با بیان این موضوع که اقتصاد ایران وابسته به نفت است و درآمد ایران از راه فروش نفت کسب می شود اظهار داشت به علت عدم ورود پول ناشی از فروش نفت به کشور بانک مرکزی مجبور به چاپ اسکناس معادل بودجه ارزی است که موجب تورم می شود. وی با بیان این موضوع که تا مسئله FATF حل نشود نمی توان به دارایی ها دسترسی پیدا کرد گفت عده خاصی اجازه نمی دهند که مسئله FATF حل شود چون اگر این بحث حل شود تجارت در اختیار یک سری نهادهای خاص قرار می گیرد. آخوندی در ادامه اظهاراتش با اشاره به اینکه کشور هم دارای اقتصاد درونزا و هم اقتصاد برونزاست اظهار داشت دولت‌ها در ایران بخش درونزای اقتصاد را مورد توجه قرار نمی دهند. وی با بیان این موضوع که اقتصاد برونزا با تحریم‌ها قطع می شود خاطر نشان کرد آمریکا همیشه تحریم می کند، اما کار دولت این است که راه پیدا کند نه اینکه اقتصاد را 16 سال معطل کند. آخوندی با انتقاد از محدود کردن اختیارات دولت اظهار داشت وقتی اجازه داده نمی شود که رئیس جمهوری مجری قانون اساسی باشد وی هم مجبور است اعلام کند که کاری نیست. وی با اشاره به مشکلات دولت روحانی اظهار داشت این دولت صلاحیت لازم برای اداره کشور را ندارد، ولی در این حال افزود اما اگر صلاحیت هم می داشت نمی توانست کاری انجام دهد چون دولت های دیگر در کنار آن وجود دارند و دولت اختیارات لازم برای اجرای قانون اساسی را ندارد.
آخوندی یکی از کاندیداهایی است که در روزهای اخیر با کاندیداتوری برای ریاست جمهوری تصمیم گرفته است که کشور را نجات دهد. آن هم در حالی که خود وی با ناتوانی از اداره وزارتخانه خود با استعفا از دولت خارج شد و نماند که با وجود مشکلات اقدامات لازم در وزارتخانه خود را سر و سامان بدهد. آخوندی در حالی مدعی است که دولت صلاحیت لازم برای اداره کشور را ندارد و باید با وجود مشکلات بیرونی راهی برای اداره مشکلات بیابد که خود وی در یک وزارتخانه نتوانسته است این کار را انجام دهد. در این حال سؤال اصلی از کاندیداهای ریاست جمهوری که با قصد نجات کشور پا به عرصه گذاشتند این است که با وجود تعدد دولت‌ها در جمهوری اسلامی و با وجود اینکه این دولت‌های متعدد هستند که موجب بی‌سامانی سیاسی در ایران شدند، چگونه می‌خواهند این کار را انجام دهند که هیچ کدام از دولت‌های قبلی نتوانستند مانع از محدودیت‌های مداخله دیگر دولت‌ها شوند؟ محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز دوشنبه با بیان اینکه بخش زیادی از پیشرفت‌های دفاعی در معرض دید عموم قرار نمی‌گیرد، اظهار داشت در سالهای گذشته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همواره به ارزش علم و توسعه فناوری در جهت ارتقای توان دفاعی توجه داشتند. وی به پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه دفاعی و امنیتی در سالهای اخیر اشاره کرد و با بیان این موضوع که مردم فقط بخشی از این پیشرفت‌ها را شاهد هستند اظهار داشت مردم قدرت دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی را تنها در محصولاتی چون موشک‌های زمین به زمین، سامانه‌های پهپادی و ماهواره‌برها و دیگر بخش‌ها دیدند و بخش‌های زیادی از این پیشرفت‌ها هست که در منظر عموم قرار نگرفته است. وی با بیان اینکه این توانایی‌ها در زمان لازم بروز و ظهور پیدا خواهد کرد، از بالا بودن توان نظامی و دفاعی ایران خبر داد. اظهارات محمد باقری در این خصوص که پیشرفت‌های نظامی در ایران به حوزه پهپادی و موشکی خلاصه نمی‌شود، این شایعه را ایجاد می‌کند که فعالیت‌های محرمانه دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی می‌تواند در حوزه هسته‌ای و اتمی باشد که همواره هم غرب ایران را به داشتن فعالیت‌های محرمانه در این خصوص متهم کرده است. انتشار اطلاعاتی در خصوص فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته که حاکی از این است که جمهوری اسلامی حدود 20 سال قبل در حوزه فناوری هسته‌ای و اتمی اقداماتی را انجام داده، به گفته برخی تحلیلگران این شایعه را بیش از پیش تقویت می‌کند که جمهوری اسلامی آنگونه هم که ادعا می‌کند در حوزه نظامی هسته‌ای صادق نیست و همه امکانات دفاعی خود را برملا نکرده است. تأکید باقری بر اینکه فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی فراتر از اقداماتی است که در حال حاضر انجام می‌دهد و توجه به این موضوع که دولت جمهوری اسلامی تقریباً تمامی فناوری‌های متعارف دفاعی و نظامی خود را معرفی کرده است، این شایعه را تقویت می‌کند که فعالیت‌ها و توانمندی‌های نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی که محمد باقری مدعی است بخش مهمی از توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح را تشکیل می‌دهد، از نوع متعارف نیست. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سفر به ایتالیا که برای احیای قرارداد اقتصادی پس از توافق برجام می باشد، با پتروچلی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای ایتالیا دیدار کرد. ظریف با اشاره به روابط 160 ساله بین دو دولت، ارزیابی مثبتی از زمینه‌های همکاری با ایتالیا به ویژه در بخش اقتصادی و همکاری شرکت‌های کوچک و متوسط دو کشور ارائه و خواستار رفع موانع موجود و آماده سازی روابط برای ورود به دوره جدید از همکاری‌های بین دو کشور خصوصاً در حوزه همکاری‌های اقتصادی شد. ظریف در ادامه به شرایط خطرناک به وجود آمده در منطقه ناشی از اقدامات اسرائیل اشاره کرد و تحرکات به گفته او خصمانه علیه مردم فلسطین را محکوم کرد. ظریف همچنین بر اهمیت روابط سیاسی و پارلمانی دو کشور تاکید کرد. وی همچنین دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در خصوص اوضاع در یمن و افغانستان را نیز تشریح کرد.
پتروچلی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای ایتالیا نیز در این دیدار اهمیت روابط دو کشور و همچنین علاقمندی به گسترش همکاری‌های پارلمانی دو کشور را مورد تاکید قرار داد. لازم به ذکر است که مدت هاست که ظریف منافع سیاسی را به وزارت خارجه ایتالیا منتقل کرده است، لیکن شک و تردیدهای تصمیم گیرندگان اروپایی و شاید نیز ضعفی که در سیستم سیاست خارجی سالهای اخیر رسوخ کرده باعث شده که شریک ایتالیایی تهران کمتر به این پیام ها واکنش نشان دهد. به گزارش رویترز، ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در مورد ادامه جنگ غزه هشدار داد و گفت تأثیرات جنگ غزه فراتر از منطقه خواهد بود. به گفت هیچ کس از این جنگ نفع نخواهد برد و تبعات آن فراتر از خاورمیانه خواهد رفت. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا که به سمت بروکسل می رفت تا در نشست ناتو شرکت کند، از حماس و اسرائیل خواست آتش بس کند. وی در پاسخ به سؤالی در مورد ادعای حمایت جمهوری اسلامی از حماس گفت این جنگ تلفات زیادی داشته و منطقه و فراتر از آن را ناامن و بی‌ثبات کرده است. او افزود کودکان و غیر نظامیان در این جنگ در حال کشته شدن هستند و من فکر نمی کنم ادامه این جنگ به نفع کسی باشد. من فکر می کنم رسیدن به اهداف نظامی هر چقدر مهم باشند، تبعات این جنگ مهمتر است و بهتر است هر دو طرف هر چه زودتر آتش بس کنند. درخواست مقامات آمریکایی برای آتش بس در حالی است که این کشور هنوز نتوانسته تعادلی در موازنه قوا میان این جریانات برقرار کند و بیشتر از اسرائیل حمایت کرده و حتی قول حمایت نظامی کلان نیز به اسرائیل داده است. به گزارش CNN، در حالی که خشونت شدیدی علیه فلسطینیان توسط دولت اسرائیل اعمال شده است، دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به فروش تسهیلات هدایت شونده دقیق به ارزش 735 میلیون دلار به اسرائیل چراغ سبز نشان داده است. کنگره آمریکا رسما در تاریخ 5 ماه می و تقریبا یک هفته قبل از تشدید درگیری‌ها میان نیروهای اسرائیلی و شبه نظامیان فلسطینی در غزه در جریان فروش این تسلیحات به اسرائیل قرار گرفته است. بر اساس گزارش این فروش تسلیحاتی شامل مهمات حمله مستقیم مشترک و همچنین بمب‌های هدایت شونده کم قطر می‌شود. برخی دموکرات‌های آمریکایی درباره فروش این تجهیزات همزمان با حملات هوایی ادامه‌دار اسرائیل به غزه که باعث تلفات غیر نظامیان هم شده است ابراز نگرانی کردند. این خبر در شرایطی منتشر می‌شود که بایدن در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از آتش بس میان اسرائیل و حماس حمایت کرده است. این تماس تلفنی بعد از فشار فزاینده به دولت بایدن از سوی گروهی از سناتورهای دموکرات که خواستار آتش‌بس فوری میان اسرائیل و فلسطین به منظور جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در این درگیری‌ها بودند صورت گرفت. درگیری‌های ادامه دار میان اسرائیل و فلسطین تا کنون منجر به مرگ 204 فلسطینی از جمله 59 کودک شده است. تلفات اسرائیل در این درگیری‌ها تا کنون 10 نفر برآورد شده است. نشریه هیل می نویسد انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا در همایش بزرگ ماه آینده جمهوری خواهان در کارولینای شمالی سخنرانی کند. سخنرانی که به باور بسیاری از کارشناسان نشانه روشنی از آغاز تحرکات او برای کارزار انتخاباتی میان دوره مجلس به نفع جمهوری خواهان است.
از زمان کنارگیری آقای ترامپ از قدرت همواره این احتمال که او بار دیگر به صحنه سیاسی برگردد مطرح بوده، اما خود آقای ترامپ هر بار در پاسخ به این پرسش گفته بود این موضوع بستگی به شرایط دارد. به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که آقای ترامپ در ادامه تلاش‌های سیاسی خود برای بازگشت به قدرت بررسی می‌کند، انتخابات مهم میاندوره مجلس آمریکا در سال 2022 یعنی یک سال دیگر است. او پیشتر وعده داده بود قصد دارد در این راه جمهوری خواهان را متحد و شرایط را برای پیروزی آنها در هر دو مجلس سنا و نمایندگان فراهم آورد. از این رو شاید اگر آقای ترامپ در این نخستین گام و تلاش خود موفق شود، احتمال بازگشت او به عرصه رقابت‌های سیاسی به ویژه نامزدی دوباره او در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بسیار محتمل گردد. رئیس تشکل جمهوری خواهان در کارولینای شمالی در واکنش به حضور و سخنرانی احتمالی آقای ترامپ در این همایش گفته است برای آنها باعث افتخار خواهد بود که از آقای ترامپ استقبال کنند، زیرا حزب جمهوری خواه مبارزات خود را برای بازپسگیری مجلس سنا و نمایندگان آغاز خواهد کرد. به باور تحلیلگران، از آنجا که دموکرات‌ها در طی سال‌های اخیر حضور پررنگی در ایالت‌های قرمز رنگ داشتند یا حتی در مواردی توانسته بودند رقابت‌های بسیار نزدیکی در این ایالت‌ها با جمهوری‌خواهان داشته باشند، از این رو حضور آقای ترامپ در کارولینای شمالی و ادای سخنرانی به تقویت پایگاه جمهوری خواهان کمک بسیاری خواهد کرد. همچنین بنابر گزارش نشریه هیل، آقای ترامپ قرار است به زودی نخستین برنامه جمع‌آوری کمک‌های مالی خود را آغاز کند. نیویورک پست هم در این رابطه نوشت انتظار می‌رود در ماه ژوئن ما شاهد دو رویداد مهم از سوی دونالد ترامپ باشیم. به باور تحلیلگران حضور آقای ترامپ می‌تواند منجر به تقویت پایگاه اجتماعی جمهوری خواهان شود، اما از سوی دیگر حضور او هم می‌تواند برای برخی نمایندگان جمهوری خواه چالشی باشد. دن ابرهات مسئول جمع‌آوری کمک‌های مالی حزب جمهوری‌خواه می‌گوید ترامپ می‌تواند سیاست‌های میچ مک‌کانل دیگر نماینده جمهوری‌خواه در زمینه آب و هوا و مهاجرت را به چالش بکشد. او در رابطه با چانه‌زنی جمهوری‌خواهان با دموکرات‌ها در مجلس سنا گفت ترامپ یک گاو نر دارد که می‌تواند با آن لشکری از رای‌دهندگان عصبی را بسیج کند.